موج میدیا دیفرنت ویو. که مرا به برنامه‌تون دعوت کردین، خواستین چند لحظه درد دل مرا بشنوین از هزار LGBT دیگر و خواستین با ما هم صدا شوید. پیام ما به همه هموطنان عزیز ما ای است که بیاین ما را درک کنین و کنار ما باشین. شاید امروز شما با درد ما بخورین، فردا ما با درد شما میخوریم. ما بردهای جنسی نیستیم، ما چیز از طبیعت هستیم و هیچ کس نمیتونه تغییر بده، نه دکتر، نه دانشمند، نه ملاها، هیچ کس. ما مصروف کارهای مدلینگ هستم و جدا از او یک دراما بود قبلا ثبت شد و هم کارش خلاص شد خیلی وقت قبل، ولی اون روز او دراما ریلیز نشدم. کارهای مدلینگ ما هم دوستا شاید دیده باشن که تنها در افغانستان نبوده، کارهای من بیرون از افغانستان بودم و کارهای تازهی که دارم به خاطر حمایت از حقوق دیگر باشه و یا LGBT کمیونیتی است. یعنی نمیفهم و از طفولیت متوجه چیزی بودم که من حرکاتم، خویم، عادات که من داشتم، مثلا از گودی بازی شروع تا میکاپ کردن، فیشن کردن که خوب باید دارم فامیلی همیشه سر من قهر میشد، میگفت چرا فیشن میکنی، چرا خلا میکاپ میکنی، اصلا لازم نیست. باز میگفتم اوکی نمیکنم. باز مادرم که جای میرم باز میرفتم همیشه میکاپ مثلا چه گرفتم. از اون وقت من میفهمیدم که من یک چیز متفاوت هستم و این هر ترانسی که باشم میفهمم. من میخوایم LGBT را مثبت نشان بدم به مردم دنیا، به مردم افغانستان که ما LGBT میتونیم یک سیاست مدار شویم، یک هنرپیشه سینما، یک مدل، یک دیزاینر میتونه باشه، میتونه یک سیاست مدار خیلی خوب باشه، میتونه یک ژورنالیست خیلی خوب باشه. حالا خود من نمیگم موقعی که من یک ژورنالیست هستم هرچی هستم، ولی میتونم باشم چون من فامیلم سپورت کرد، کنارم بود، دانستم باشم شو و امروزم در اینجا هستم به خاطر از ایست که به من وقت داده شد و من دانستم پیش برم. همجنسگرایی است یک چیز طبیعی است. وقتی که شما قدر به یقیده هستین که خداوند میتونه هست کنه، پس باید ایران بفهمین که خداوند وقتی که یک نفر هست کرد میتونه بر از او احساساتشان تغییرات بیاره، میتونه در ژنتیکش، میتونه در جست بدنش، در همه چیز از او تغییرات بیاره و میتونه یک چیز متفاوت بسازه. هیچ کدام سختی نداره با خدا، پس بهتر است قبول کنیم، کانفرم کنیم میده که این یک بخش از طبیعت است و هیچ کسی نمیتونه، نه ملا، نه یک دکتر، نه یک روانشناس، نه یک دانشمند، هیچ کسی نمیتونه که این موضوع را تغییر بده. مثلا اگر ما از 3 دهه قبل حرف بزنیم که کسای فکر میکردن که دیگر باش ها مریضای روانی هستن، 3 دهه قبل ای از سازمان صحی جهانی هم از لیست مریضای روانیش بیرون شده دیگر باش ها، که حتی خودت هم یک کانفرم کرده که یا اینا چیز طبیعی هستن و هیچ وقت نمیشه اینا رو تغییر داد. کسایی که از دوستایم فهمیدن بار اول، مثلا صنفی دانشگاهیم، قدر باشن چیز عجیب و غریبه نبود به خاطر که از حرکات من میفهمیدن. همیشه وقتی که به من میگفتن، منم میگفتن ای کنترا خواهر بگویم یا برادر، خب طبعا میفهمیدن دوستایم از صنفی دانشگاهیم شروع تا هر کسی که بوده میفهمیدن که من یک دیگر باش هستم و فامیلم فکر میکردن که من فقط دوست دارم حرکات دخترانه کنم یا همین کارا رو انجام بدم. اونا نمیفهمیدن که ترانس چیز، LGBT چیز. وقتی که من برشان تشریح دادم که نه من ترانس هستم،
یک چیز متفاوت. اول داشتن یک چیز عجیب و غریب بود، فکر داشتن که من شوخی میکنم امروشن، اما نه استا استا اونا هم فهمیدن، درک کردن این گپه که من جدی هستم. و یک چیز که اولین حرکت از اونا بر ما گفتن اوکی ما سپورت میکنیم، کنارت هستیم فامیلم. حتی اگر شما کامنت های مرا ببینین که در فیسبوک یا سوشال میدیا، در اینستاگرام، هر جایی که ما گذاشتیم کامنت فامیل ما بوده، مادر جانم آمدن خیلی بخونی گفتن که we proud of you، هستیم کنارت، همگی فامیل کنارت هست، قسمی که نام تو قدرت هست، تو همه قسم پیش میری و برنده هم میشی در این مبارزی که فعلا آغازش کردی. متفاوت فقط روح ما است، جسم ما یک پسر است. کیره بعد با دوستا حتما میگم میفهمیدم که روح ما، دل ما یک چیز دیگه میخواد، یک چیز دیگه هست. و در داشتم از اینکه ما چی تو کنم با کی در میان بگذارم، چون خیلی خورد بودم، معرفیش کنم که LGBT یعنی چی. LGBT مخفف نام لیسبین، گی، بایسکسوال و ترانس هستن. لیسبین دخترهایی هستن که تمایلات جنسیشان به خود جنس خودشان میباشه، به دخترها میباشه. جی یا پسرهای همجنسگرا، پسرهای گی که اینا فقط همجنسگرا هستن. و در اینا هم تقریبا چند طبقه دیگه ایش هست، در خود از این خانواده، خانوادگی، بخشگی، پسرهایی هستن که هم جنسگرا هستن، دوست دارن که با هم جنس خودش باشن، در ارتباط یا ازدواج کنن، محبت کنن، عشق ببرزن. چون این چیز نیست که مثلا همه موضوع سکس نیست، همه اینکه فکر کنن که والا این موضوع سکس هست، نو، تنها کل گفتی سکس نیست. این موضوع رب داره با محبت، قلب و احساسات عاطفی یک انسان. بی طبقه بایسکشوال ما هستن که میتونم با آزاد بگویم تقریبا چند دین درصد بیشتر مردم ما بایسکشوال هستن. از خود افغانستان پسرهای بایسکشوال هستن که طبقه ایشان زیادتر است در افغانستان، خیلی میتونن راحت زندگی کنن، کسی همشون کار نداره، تمایلات جنسیشان هم به پسر است هم به دختر. بایسکشوال میتونه هم یک دختر بایسکشوال باشه، هم یک بچه میتونه بایسکشوال باشه که تمایلات جنسیشان هم به جنس خودشان و هم جنس مخالفشان میتونه باشه. در آخر طبقه ترانس که شامل دراگ کوین، ترانسجندر، ترانسکشوال است، این طبقه اگر از بخش ترانسکشوالش بگویم، خب که میتونم خود یک مثال واضح براتون بگویم، طبقه ترانسکشوال از چیزی که به دنیا آمده مثلا رضایت نداره، اما فکرش با جسمش اصلا همخوانی نداره، در تضاد هستن، تضاد بین جسم و روح. و اصلا اینا دوست دارن که دختر باشن یا تغییر جنسیت بدن. یک ترانسکشوال همیشه دوست داره خودش را تزیین کنه مثل یک دختر، یعنی برعکس گی هست. گی دوست نداره قدر جای دختر رو نباشه، در حد لازم نیاز داره میکپ کنه وقتی که دوست داشت. ولی ترانس دوست داره همیشه شیک باشه، همیشه. حالا نمیگم که خودم هستم، فقط به خاطر از اینکه هستن. شما میتونید خیلی ترانس های دیگر رو ببینید در افغانستان که خیلی تعداد ترانس ها زیاد است. دراگ کوین پسرهای هستن که به شکل تیات خودشان رو چینج میکنن، به چند لحظه دوست دارن شوشان، چهرهشان دخترانه باشه، کلن سر تا پا یک فرد دیگر شوند. دراگ کوین ها مثلا نجیب فیضی، همه که میشناسینش که دراگ کوین هست، همیشه دوست داره لباس دخترانه بپوشه. نجیب فیضی دوست داره که میکاپ کنه خیلی غلیظ، یک چیزی که دخترانه میخواد، یک چیزی که متفاوت. اما این پسر دوست نداره
که تغییر جنسیت بدم، از جنسیت خود کاملا راضی است و اصلا نمیخواد که جنسیت چه تغییر بده. طبقه ترانس جندر، خب از نامش پیداست که ترانس جندر است، چی حالا به سر بوده تغییر جنسیت داده و دختر، چلو دختر بوده تغییر جنسیت داده و پسر، طبقه ترانس جندر است و ای LGBT بود. اگر در خود افغانستان به LGBT کمیتی احترام گذاشته شود و اجازه بدن کنا پیش برن، هیچ پرابلم نیست به LGBT کمیتی. مثلا اگر به یک نفر از LGBT کمیتی اجازه شود کنا هم کار کنن، میتونه سواد خود پیش ببره، بر مردم خیلی خدمت کنن، به فامیلش، به جامعه بازو بدن، کمک کنن به خود کشور خود. و این به خاطر بالا بردن کشور خیلی خوب است، چون طبقه زیادی از LGBT در افغانستان و در هر جای کشورهای دنیایی که ما ببینیم هست، اما دیگرها خیلی پیشرفت کردن. مثلا یک کشور که خودم زیاد همش رفت آمد دارم هندوستان است، همیشه LGBT پسرایش حتی اگر ببینیم در بالیوود از LGBT کمیونیتی هستن، اگر ببینیم در خود کسایی که دایرکتر های فیلم های بالیوود هستن، اینا هم از امیل جیبتی که میتیزن، پورنستار که خیلی همه که مشناسن، حتی فیلم هاش هم مطمئن هستم این مسلمان های افغانستان دیدن، فیلم های سینما هاش هم هست دیدن، سنی دیدونی که حتی یک پورن مووی لیسبین بوده در اون نقش لیسبین داشته را هم ثبت کرده. ما اینجا آمدیم به خاطر از این که زندگی خود ما را و شما را چنج کنیم، براتون نشان بدیم که ما بخش از طبیعت هستیم و طبیعت طبیعی میباشه، هیچ وقت قابل تغییر نیست. پایام خاص من با فامیلای عزیز، که اگر در خانه‌تان، در قرابتان کسی از LGBT کمیونیتی یا دیگر باش یا هم جنسگرا براتون بگویم هست، لطفاً او را سپورت کنین، کنارش باشین، او را گوش کنین که براش بازو شوین، دریابین که در او چیز، اجازه ندین که پسرتون از خانه فرار کنه بره به عملهای زشت دست بزنه، کنارش باشین، سپورتش کنین و به آرزویی که داره برسانینش. تشکر از شما واقعا که من را دعوت کردین به برنامه‌تان و تشکر از دوستا که من را تحول کردن. موج میدیا Different View